سلام بچه ها، چطورید؟ همین الان سوار ماشین شدم که بریم سمت نمایشگاه و قبل از اون بریم سمت علیرضا که ببینیم چه خبر و سپایی گوشی هم برداشتم که خیلی راحت بتونیم ویدیو رکورد کنیم و ببینیم که چه خبره. خب همین الان رسیدیم دم خونه علیرضا و منتظریم که بیاد و طبق معمول همیشگی یه مقدار تاخیر هستش که این بشر میخواد از ساختمون بیاد پایین و همیشه باید یه خورده منتظر باشیم. قبل از اینکه علیرضا بیاد حتما اگه ویدیو ما رو دوست دارید لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگه ایده‌ای داشتید حتما بنویسید. دیدید چقدر از فرصت خوب استفاده کردم و یه تیک سابسکرایب و گذاشتم داخل ویدیو، ساب بکنید تا علی بیاد. بله می‌بینیم علیرضا محمدی میاد، داره میاد و اینجاست که من یه سورپرایز می‌دینم بزن. خب بچه ما رسیدیم، خیلی هم ترافیک بود، یعنی همین یه تیکه سئول فکر کنم 20 دقیقه طول کشید. آره همین دیگه ورودی نمایشگاه خیلی ترافیک بود، یعنی حدود یه روب ما فقط توی مثلا 100 متر 50 متر بوده فکر کنم، به خاطر اینکه روز آخرم هستش بیشتر. اما حالا آره چون آخر روزش هم هست 100% خاطر اون هم بچه. نمایشگاه میدکس اگه نمیدونید چیه، یه نمایشگاه واسه یه طراحی داخلی و کلن طراحی مدرن و طراحی انواع مساله و همه چی، کفوش مثلا، سنگ فرش، نمیدونم انواع گلگیه های مثلا تزئینی و چیزهای مختلف واسه خونه و دکوراسیون و اینا خیلی به کار میده، واسه طراحی داخلی و غیره. فکر کنم چند تا سالن مختلف هم داره، الان دارم اونو تابلوار میبینم، یه سری فکر کنم گچبری یا اگه اشتباه کنم یه چیز دیگه است، نمیدونم. یه ذره محکم‌تر ترمز کنم، یکم محکم ترمز کنم قشنگ میریم و 120 سانتی از اون. آره ولی خیلی جالب بود واسه همون که همچین نمایشگاهی بیایم و واسه شما حتما یه فیلم، یه ولایگی حالا درست کنیم که ببینید خوشتون میاد یا نه، استقبال میکنید از این قبیل ویدیوها یا نه. حتما حتما نظرتون رو تو کامنت بنویسید که خوشتون میاد از این قبیل ویدیوها که بیشتر درست بکنیم، حالا با محتواهای دیگه، ولای از جاهای دیگه یا نه، چون خیلی کمک میکنه. ما فیدبک شماست که به ما انرژی میده و ما انگیزه میده که بیشتر کار بکنیم و توی چه مباحثی کار بکنیم. بچه ما اومدیم داخل، یه جا کارت دانشجویی تو زندگیمون به دردمون خورد بعد از هشتر، اونم دقیقا اینجا بود که ورودی از همون نگرفتم به خاطر اینکه دانشجو بودیم. البته توی مترو هم به کارمون میاد کارت دانشجویی، که مثلا این بلیط های مترو نمیدونم چی بود، من اونو آره من اونو نگرفتم. تو هم نگرفتی؟ کارت بلدی. اما جالب آره ببین داخل فضا ببین چه جوریه، پارکینگش خیلی بزرگه. من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر پارکینگش بزرگ باشه، اما حالا تونستن یه جوری مدیریت کنن پارکینگ رو. اما خیابون سئول بود درسته؟ بله. خیلی شلوغ بود، اصلا این چه عجیب غریبی، ترافیکش هم فقط به خاطر همین نمایشگاه بود دیگه، یعنی ورودی نمایشگاه رو که رد می‌کردی دیگه ترافیک نبود. آقا شما کدوم وری میری؟ از این ور میری. از این ور. یه همه دارن این وری میرن، گفتم ما هم این وری بریم. خب بچه این ورم یه غرفه هست. خب ولی ازار رو میبینیم. این ورم یه غرفه هست. ایسه خیلی عجیبی کردم بخوام برای من هستش. این تبلیغی که از این بلندگوی دوست عزیزمون داره میاد و نمیدونم یک نفر هم فکر کنم به نظر علی مراجعه میکنه با استفاده از این تبلیغ که ببینه آقا چی هست. من الان چهار نمیدونم کجا، یک من به شخص تا این چهار استفاده نکنم شب خوابم نمیبره. بریم توی قرطه ببینیم چی جوریه. اوه منم دیگه کارت دانشجویی از ما نخوان، خیلی راحت الان بتونید بدون کات زدن ویدیو همینو بریم داخل ببینیم چه خبر فضا هم همه و هم ببینیم و در جریان. Thank you.
یکی از سخت‌ترین چیزه نمایشگاه همین بحث تهویه‌اش فکر کنم. خب یعنی همه چی بسته. نفرات زیاد تهویه. خدا رو شکر. یه چیزی که همش دقت کردم تا حدودی. اون صف‌های بلند خودش خیلی کمک می‌کنه به تهویه. اینجا یه نکته من اینجا بگم. الان نهایت خلاقیت در طراحی غرفه رو شما الان اینجا می‌بینید. به حضور علیرضا. هیچی نداره. صرفا فقط اجاره کردم و هزینه خیلی زیادی و واسه این فقط یه خونه درست کردم. این تو نمی‌فهمی خیلی مینیماله. خیلی. دیگه خیلی مینیماله. اصلا این دیگه هیچ عجیب غریبی. نه این وسطش یه چیزی هست جالب. صفحه قهرمانی. آفه. پس همون دوران طفولی هست تمام آرزو داشتیم بدون از این تخت خواب داشته باشیم. بیشتر من واقعیتش چهارشنبه بازار اینجا دیدم یا حالا جمعه بازار چون جمعه است اینجا تا نمایشگاه. خب از سالن شماره چند بود؟ شماره پنج. شماره پنج بیرون که بیشتر برای وسیله و دکوراسیون کودک بود فکر کنم. این چیزی که مد نظر ما دقیقا اینه. دکوراسیون نبود بیشتر وسایل کودک بود. همونم جزو دکوراسیون حساب میشه دیگه. اما چی بگیم؟ خب بریم داخل ببینیم چه خبره. فرقه که همون اول داستان داره اینه که بچه میرین اینجا غرفه هاش غرفه های طراحی شده است، مثل سالن قبلی که مال لوازم کودک بود، مثل چهارشنبه بازار نبود که فقط اومده باشن این سری بنر گذاشته باشن غرفه ها را هم جدا شروع کرده باشن. اولین غرفه توی سالنه که روز به پارکه تو دیزه مفتده جانمایی ها اونا از قبل مشخص دیده اول اینا میان جاشون رو توی این سالن میخرن بعد میان طراحی میکنن غرفه رو واسه این میتونید که مثلا این غرفه قشنگ تره بیان تبیش کنن واسه این سالن ولی غرفه ها رو میتونید ببینید دیگه تو ویدیو فقط خواهد میشن. خیلی خوبی شد که موزیک نبود که احتمال کپی رایت ما کم میشد. تاج گل واسه مراسم ترحیمه. آره باشه. اون غرفه به نظرم غرفه جالبه در این سادگی که داره. جالبه. اسمشو قشنگ نوشته. آره همین الان گفتم طراحیش خیلی جالبه هم برای ارائهش و کلیتش. علی تو میدونی دقیقا چند روز بود نمایشگاه؟ فکر کنم 4 از 21 دی بوده تا 24 دی که امروز 24 دی آخرشه. فکر کنم بخاطر همون یه مقدارم شلوغ‌تره. شما یکی دو تا ویدیو دیده بودن؟ از سه شنبه بوده دقیقا وسط هفته تا امروز که روز آخرشه آخرین روز هفته. ما پیشرو علی هستیم. علی هاشم ما دنبالش می‌دونیم. چون قرار ویدیو رو من ادیت بزنم علی نمی‌دونه الان تو ویدیو هستش. نه اینجوری انگار شنید. باش با شماره برقیت میشه. آره دیگه برقیت. این بچه شاید خیلی بار تو سوال بشه که این آتیشه چجوری مثلا نمیسوزونه اینا، ولی این بخاره زیرش یه نور داره میزنه که احساس میشه انگار آتیشه. این برای شومینه برقی شومینه های دیواری که خیلی تو طراحی ها استفاده میشه، توی طراحی های مخصوصا مدرن و مینیمال خیلی از این مدل شومینه های برقی استفاده میشه. عکسش هم گذاشتن، نمونه هاش هم اینجا زدن به دیوار، نمونه هاش اینجا هست. بیشتر غرفه ها فقط برای پارکت و چیزای دکو، یعنی پارکت، کفوش، چیزای از این دست تا چیزای مختلف دیگه. اما جزئی هم هست که مثلا اون شومینه‌ای که دیدیم
مثل اینجا واسه سرویس بود، مثل اینی که دوباره واسه پارکت و لامینت کف به بکنم. اون گفت هم اولا اجاره کرده هم و نتونسته برسونه خودشه. آره یه همه اون گفت هم اقصه بروش چسب بچه ها، چسب مختص کاغذ دیواری که خیلی فکر نکنم کسی چسبش خودش را بیشتر واسه کارفرما هست که خیلی متفاهم به درد میخوره. این گفتم واسه همینطور واسه چسب بچه ها چسب حالا چه پارکت چه کاغذ دیواری بیشتر چسب در زیر کاغذ دیواریه. این گفتم دو تا غرفه ورودیه در واقع نمایشگاه. خب این گفتم واسه طراحی قاب و حالا قاب عکس و بیشتر قاب کلاسیکه. اینجا بگم اونم اینه که به تنهایی هر غرفه شاید خیلی روش فخر شده برای طراحیش و اینا، وقتی چند تا غرفه کردن قرار میگیره مثل سال نمایشگاهی که الان هست خیلی سخت که تو بخوای غرفه تو بولد نشون بدی. حالا بعد از غرفه مثلا کلا میشه گفت واقعا تو در دیوار از لحاظ دیدن اصلا دیده نمیشن. چیزی که اینجا بیشتر به چشم میاد دقیقاً حرف بهتش اینه که باید خیلی بولد باشه، بخاطر اینکه شما هر چقدر غرفتون قشنگ باشه اینجا در معرض رقابت قرار میگیره غرفتون با غرفه‌های دیگه. و این خیلی مهمه که غرفتون به چش بیاد. مثلا این غرفه واسه یه تایل و چمن مصنوعی هستش که مثلا واسه حیات واسه یه ورودی روف گاردن اینا به کار میره. ببینید به نظر من خیلی خوب طراحی شده چون غرفه رو کامل میرسونه. از همون نگاه اولی که من غرفه میشه مشخصه که این غرفه واسه یه همون چمن مصنوعی و تایی هست. یه نکته هم که هستش اینه که یه دونه غرفه رو فکر کنم یکی یا دو تا همین غرفه کنار همه فقط برای چمن مصنوعی و تایی. دقیقاً مثل قسمت قشنگ داستان چیزی که انتظارشو داشت خودمونه در واقع هستم پرزنتیشن پروژه ها دقیقا تیریدی کار هم میاندید اینجا. آره دقیقا کسی که تیریدی کار میکنم. واقعیت اینه که اون چیزی که ابندرام انتظار داشتیم توی نمایشگاه نمیبینیم. خیلی سطحای خیلی هاشون پایین‌تر خیلی هاشون هم خوب نمیشه گفتش همش بد، اما واقعیت ها رو باید گفت. چشم ها رو باید شست همه اونها رو مسواک بزنم چشم علی جان چه قشنگ میشد اگه این برگاه رو یه مقدار پخش میکرد آبجکت ها نمی اومد این هم قرار بده اینجا آبجکت برگاه رو بیان آبجکت برگاه جالبه. خیلی من فکر کنم الان 3-4 تا غرفه فقط برای این استودیوی معماری عملا باشه و با اینکه کمه رقابت به نظرم خیلی توش راحت تره. فقط کافیه شما یه سطح کاری معمولی رو به بالا هم داشته باشید راحت تو چشمید و و برتری دارید نسبت به بقیه. الان شما همین استودیو رو نگاه کنید هیچی نداره فقط اسم سایتشون رو زدن همین. بریم برای سالن بعدی شماره 38 ببینید داخلش چه خبره و فکر کنم به نظر میسه این سالن بزرگتر باشه خیلی ایشالا خلوتتر هم باشه با این چیزی که من میبینم اصلا خلوت نیست. چون چیزی جزایی ببینیم خدا وکشیدی همین رو برم الان این نقشه قرفه ها اون بچه هایی که طراحی قرفه انجام میدن طراحی قرفه هم طراحی قرفه ای طراحی قرفه انجام میدن خوب میدونن این چیه دیگه. این پلان رو بهشون میدن روی این پلان ها باید بیان قرفه طراحی کنم برای جاهایی که طراحیشو گرفتن. گفت یکی از خفن ترین ایده ها فقط همین باشه. درسته هزینه فکر کنم اجازش خیلی بیشتر باشه نسبت به بقیه چیزا، اما طبیعتاً چون ورود نمایشگاه هستش بازدهیشو میگیره دیگه. ولی مخمل و پارچه و نسبت به شعور نکره و چه هم هستنی و چیزای دیگه این غرفه که خود با مجرد بود این غرفه غرفه جالبی بود. این ورودی شد جالب بود. دوست داشتم این واسه آجره اما اقسام آجرها واسه نما واسه طراحی داخلی واسه داخل واحد واسه بیرون واحد ورودی کلا همه جا همه جا این غرفه شونه
بریم تو یه ذره از این متریال هایی که گذاشتن رو ببینیم. مختص آجوره دیگه کلا. این هم غرفه شونه. به نظرم این غرفه آجر نما البرز خیلی جذاب بود، چون هم داخلش قشنگ محفظه ها رو مشخص کرده بود، چه برای لابی وی آی پی و چیزهای مختلف. صد در صد خیلی هم شلوغه. آره سخت داره. ببینید مؤلفه این که شما چه غرفه‌ای دارید رو اگه بیایید تو طراحیتون دخیل بکنید فوق العاده به چشم میاد، فوق العاده قشنگ میشه. همین غرفه‌ای که برای سقف بود دیدی که چقدرم شلوغ بود. دقیقاً. حتی این غرفه هم درست ساده است، اما یه دو سه تا نورپردازی ساده و یه دونه از متریال‌های خیلی خوبشون رو تو شوروم گذاشتن، همه چی معلومه. این غرفه هم جذابه. برای اول متریال، پنل ها، حالا از اینجا بهتر معلومه. خیلی باحال. آره مدل سازیش اتفاقا گذاشتیم همین دوتا ویدیو قبلی، مدل سازی پنل سبودی، دقیقا یه پنل شبیه به همینا بهتاش گذاشته. حتما برید ببینید که چجوری از صفر مدل سازیش انجام میشه و یه غرفه مثل اینجا میاد برای فروش میده. خیلی غرفه تا همین جاش که اومدیم خیلی جذاب تر بوده طراحیش کلا. این سالن کلا غرفه های داره. کامل هزینه غرفه هایی که توی این سالن اجرا شدن هم بیشتر بوده، البته شرکت های خب بزرگتری هم هستن، شرکت هایی که توی این غرفه گرفتن، چون توی این سالن غرفه گرفتن به خاطر اینکه اصلا فضایی که واسه یه هر غرفه هست می‌بینید که خیلی بزرگتره به نسبت سالن قبلی که توش بود. واسه یه صنایع چوبیه، واسه انواع صراحی، برای کارهای کلاسیک خیلی 100% استفاده داره این کار. طراحی‌های کلاسیک ببینید، آوای کلاسیک رو اینجا می‌بینید بچه ها. در پر رنگانی خیلی بالاست، چون نه منابط کاری رو چوب باید باشه دیگه، چون چوبیه اینا همه. کارخونه ای هم هست فکر کنم. آره کارخونه ای هم هست با دستگاه CNC و اینجور دستان. به نظرم این غرفه خیلی غرفه باحالیه برای چراغای روشنایی و که طراحی شده بر اساس استاندارد معماری، چیزی که اونجا نوشته شده بود، حالا چه هالوژن ها و حالا نورهای خطی، این آویزایی که الان از این سمت می‌بینی و جالبه. به نظرم علاوه بر نورپردازی که تونسته دو سه تا متریال خیلی جذاب حالا ارائه بده که داخلش رو الان ببینیم، خیلی باحاله. طبیعتاً از اینه خیلی زیادی هم شده، اما 100% نتیجهشو میگیره. بچه این غرفه رو بهتاش راجبش صحبت کرد، من همین داره از این برشم جاز از این برشم همون هایی غرفهش به نظر خیلی غرفه جذابی میاد برای کلن تولید نور و کلن چراغ و روشناییه. حالا چیش انقدر جذابش میکنه به غیر از طراحی غرفهش؟ کلن باز این مبحث ویدیوی ما را اگه دیده باشید 100% میدونی که من خیلی روی نور و تأکیدی که نور و روشنایی توی صحنه‌تون توی طراحیاتون داره صحبت کردم. واسه همینه که
با 4 تا المان ساده این نورایی که گذاشته، حالا نورای سطحی، نورایی که اینجا به صورت آویزی قرار داده شده، نورایی که اینجوری به صورت خطی قرار داده شده، چقدر اومده طراحی ها رو قشنگتر کرده. یعنی تأثیر نور توی معماری شما اینجا میتونید به بهترین شکل ممکن ببینید که چقدر نور میتونه تأثیر بذاره تو طراحیاتون. پس حتما تو کاراتون از نور، از طراحیایی که اینجوری هستن، نورای سقفی، نورای خطی، نورای آویزی، اینا رو حتما تو طراحیاتون ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی کارتون میتونه جذاب بکنه. این سالن 38 رو که دیدیم، این هم فکران 38 بی اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم چه خبره. 38 بی یعنی 38 بقیه، یعنی بقیه 38 رو میدونم. دلم واسه ابی سوخت، خیلی دلم برای ابی سوخت. واقعیت اگه این صحنه رو میدید قطعا یه سکته خیلی ملوی میزد. خیلی از این غرفه ها شاید الان مشخص نباشه که دقیقا چیه، اما بیشترش برای عایق صدا، عایق گرما که باعث سنگ ها، حالا برچسب های دیواری و اینا، عایق صدا و رطوبت گرما رو میگیرن. جالبه دلیل خلوتیش هم فکر کنم به خاطر اینکه یه خورده متریال ها و حالا جزئیاتی که تو این غرفه بیست نمایش میدین تو این سالن هستش خواستر عملا دیگه. سالن 38 بی بود، بقیه 38. ببینیم چه خبره. خیلی ساده تره، حالا یه سری همین نشون بدم. خیلیش برای نورپردازیه. واقعا نور خیلی جذاب میکنه کار، فقط یه خود هزینه باید داره. ساده است، این نوره که میاد وسط اصلا جذاب میکنه کارو. هایی که اینجا هست برای چجوری بگم، متریال هایی که بیشتر کارفرما ها مد نظرشونه. یعنی همین قرفه که الان من کنارش ایستادم واسه یه مبل و کلن صندلی و میز و اینجور چیزاست، یا این قرفه ای که الان این بر هست باز به همین شکل واسه مبل و صندلی و میز و اینجور داستان هست. روه رو هم اگر الان نشون بدیم برای مرمر، حتی پارکت از این دست خیلی زیاده. خب رقابت هم بینشون خیلی رقابتن زیاد میشه. 100%. موزیک زندم که داره پلی میشه بک‌گراند. ولی حرفم اینه کلا برای مایی که حالا 3D کار میکنیم یا طراحی مد نظرمونه، آنچنان چیز زیادی نیست. یعنی شاید خیلی واسه تون جذاب نباشه اگه بیاید این نمایشگاه، به خاطر اینکه خیلی میگم بیشتر واسه چیزیه که مثلا ببین متریال کف، یعنی میتونم بگم نصف بیشتر غرفه ها واسه متریال کف. همون دیگه، کسی هم که حالا تو این زمینه باشه بخواد بیاد تو این غرفه ها دقیقاً دو قول استیل شاخص می‌گردن. من فکر کنم تو این دو سه تا سالونی که الان اینجا هستش رو قراره ببینیم، دو تا سه تا دونه غرفه خیلی خفن باشه و باشه و بولد باشه، اما بقیه غرفه ها متاسفانه نه. اما در کل خب هزینه‌ش هم زیاد دیدی، کاریش هم نمیشه کرد، اما جالبه واقعا. آره در کل که کسایی که نتونستن بیان ببینن واقعیت چیز زیادی از دست ندادی. بچه تموم شد، ما داریم برمیگردیم. من که به شخص خیلی به دانشی که داشتم افزوده شد، واقعا چیز خاصی نداشتم. نمایشگاه میدکس حداقل امسال خیلی اگه بخوام به کسی پیشنهاد کنم پیشنهاد نمی کنم، میگم نه. اگه بخوام پیشنهاد کنم میگم نه یدی نمایشگاه. اما حالا ازش یه بار اومدن تقریبا داشت، حالا ببینید چه خبره. آخه بیشتر غرفه ها میگم ساده بود دیگه، و همین هم چی میگفت، انتظار داشتیم دیگه، نه خیلی چیز عجیب غریبی که حالا ذهنمون بود برای بقیه غرفه. آره
ولی چیزی که مد نظر ما بود بیشتر که اصلا بلاگم واسش گرفتیم بود که حالا بیشتر راجع به طراحی نما، کلا طراحی داخلی، یعنی چیزی که اسم نمایشگاه بود، طراحی داخلی، طراحی حالا ببین دکوراسیون منزل و اینا بحثش سواس، ولی بیشتر واسه فروش متریال بود. دقیقاً چیزی که من متوجه شدم، چیزی که دیدیم تو کل این سالونا توی تمام غرفه ها و اون چیزی که مد نظرمون بود برای طراحی حالا 3D کارا و اینا، کلا دو تا غرفه بیشتر نبود که سطح کارا رو صحبت نمی‌کنم راجع بهش، ولی کاشکی غرفه هاش حداقل یه طراحی کوچیکی داشت. آره، بخاطر اینکه ببینید ساده نبود که فقط یک بنر رو مثلا بخوان دور تا دور بگردونن و اینا. دقیقاً بخاطر اینکه شما وقتی میای میگی که آقا من طراح نمای ساختمونم، من طراح دکوراسیون داخلی ام، طراح داخلی، طراحی داخلی مثلا ساختمون تو مثلا انجام میدم، غرفه تو حداقل باید بتونی طراحی کنی دیگه. یه غرفه این نباشه که چهار تا بنر عین مثلا روزای ججمان دانشگاه بود، بنر کل متوجهن که دیگه آقا چجوری اگه غرفت جذاب نباشه، حالا در حد کمی هم که میگم هزینه نشده باشه واسش، خب کارفرما هم طبیعتا سمت شما نمیاد دیگه. از ارائهتون بستگی به همون دقیقاً غرفه ای داره که داری. حالا ایشالله که دمو در کل جالب بود دیگه، امیدوارم شما دوست داشته باشید، حتما نظرتون بنویسید اگه ایده ای داشتید درباره ولاگ ها و بگید که حتما توی ویدیوهای بعدی داشته باشیم. و حرف آخر تمام چی؟ حتما نظرتون واسه می‌فرستید، سابسکرایب بکنید خواهشاً، به دوستاتون هم معرفی کنید حتما کانال ما رو و تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.